به نام خدا، سعید جویدزاده هستم. امیدوارم هر چه کسی شاد شاد باشید، با من در ارتباط باشید با شماره 0938 225 2774 با مجموعه آموزشی انوی در خدمت شما هستیم. کار بعدی که میتونیم انجام بدیم اینه که روی لایه مورد نظر در قسمت لیر منیجر راست کلیک کنید. من اینجا راست کلیک کردم. بعد که راست کلیک کردم میتونم یه گزینه‌ای به نام ویو متادیتا کلیک کنم. در واقع این همون فایل هدر فایل بود که اولش توضیح دادیم، ولی به صورت اینجا فراداده میاد یا متادیتا و میتونه اطلاعات مفید و اضافی در رابطه با این تصویر در اختیار شما قرار بده. خب قسمت های مختلفی داره. مثلا قسمت اول میگه که فایل شما کجا ذخیره شده، سایزش چیه، نوعش چیه، فرمتی چیه، ثبت و ستون هاش چی هستن، از چند تا باند هست و غیره. مثلا ما اینجا میتونیم روی قسمت مثلا ایمیج پارامتر یا قسمت اسپکترال کدینگ سیستم هر کدوم از اینا کلیک کنید اطلاعات خاصی رو بهتون میده. مثلا من روی کد سیستم کلیک کردم، به میگه که کدام زون قرار داده و از کدام سیستم مختصات یا مرکاتور معکوس و زون 39 این تصویر داره استفاده میکنه. پس متا دیتا فراداده است. فراداده بچه همیشه یعنی چی؟ یعنی اطلاعات اضافی مربوط به تصویر، یعنی تصویر کجا تهیه شده، با چه سنجنده تهیه شده، سیستم مختصات چیه، کدام سازمان تهیه کرده، چی کالیبرش کرده، با چه استانداردی کالیبر شده، در چه تاریخی تهیه شده و غیره، که این میتونه خیلی توی پژوهش ها به شما کمک کنه. چه جوری بود؟ راست کلیک می‌کردیم و به قسمت ویو متا دیتا می‌رفتیم و میتونستیم از اون استفاده کنیم. کار بعدی که شما میتونید انجام بدید اینه که روی کویک استاتستیک کلیک کنید و شما به خلاصه آماری دی ان ها دسترسی پیدا کنید. یادتون باشه گفتیم اینا به صورت ستون و یه عدد رقمی داریم که ثبت نور انجام شده تا سنجنده. بهش میگن دی ان، که اگر من برای کویک استاتستیک کلیک کنم شما میتونید مباحث آماری، یعنی در واقع خلاصه آماری دی ان ها رو ببینید که ماکسیمم، مینیمم، انرف معیار، میانگین، مجموع، توزیع نورمال، همینا رو میتونید بررسی کنید، ثبت کنید که این پنجره باز بشه. پس خیلی مهمه که شما بتونید از استاتستیک آمار در فرایندها و تفسیرهای سنجشدار استفاده کنید. راسیدی کردم و کویک استاتستیک زدم که میگه سریع به مباحث یا ویژگی آماری این تصویر شما دست پیدا کنید. در واقع ویژگی آماری گفتیم خلاصه از دی ان هاست. در واقع این داره روی دی ان ها کار میکنه. میگه که چند تا دی ان داره، میانگین دی ان ها در هر باند چنده و ماکسیمومی چنده. و الی آخر که الان وقتی که باز شد من اونجا رو به شما نشون میدم که شما با این پنجره آشنا بشید. ثبت میکنیم که این فرآیند انجام بشه. بچه که میخوان توی ریموت سنسینگ موفق بشن مباحث آماری و ریاضی رو فراموش نکنن و به علاوه زبان برنامه‌نویسی. خب من در یک ویدیو جداگانه بعدم میگم که از چه زبانهای برنامه‌نویسی استفاده کنید و در یک ویدیو جداگانه مباحث آماری رو بهتون میگم که شما در آمار کلاسیک و آمار فضایی اسپشیال استاتستیک قوی بشین. خب پنجره باز میشه تحت عنوان کویک استاتستیک. این بالا میگه کویک استاتستیک که کدام با فایل، این فایل، این فایل، اسم فایل اینجا می‌نویسه. خب اینجا یک پنجره در مورد اسم اسپکترال میاد یا اسپکترال پروفایل که بعدا توضیح میدم. اینجا خلاصه میاد، ببین میگه باند اول مینیمم دی ان اش این بوده، ماکسیمومش بوده، میانگیش بوده، انرف معیارش این بوده، باند دوم، سوم، چهارم همینجوری تو باند هفتم. خب همین رو به شما نشون میده و خلاصه دی ان ا رو از اساس آماری در اختیار شما قرار میده که بعدن گفتم در یک ویدیو جداگانه من این کویک استاتستیک رو خیلی جامع‌تر بهتون میگم که بتونید استفاده کنید.